درود دوستان، ظهرتون بخیر. اینجا اقامتگاه سوری هستش، نرسیده به لیردف. دیگه دارم حرکت میکنم برم ببینم که چیزی رو میتونم خودم رو به جایی برسونم. چقدر این حیوان با وفاییه. یکی دو روزی که اینجا بودم این مقداری بهش غذا دادم و یه مقداری نوازشش کردم. یک مسیر رو الان دنبالم اومده و بازم میگه که منو نوازش کن. چقدر این حیوان با وفاییه و چقدر طولاش خوشگلن. خدا اوکی، من برم که دیگه دیر میشه، شب برسم. خدافظ. خب آقای منشری عزیز، اومدم شهر لیردف و دیگه اینجا دارم میگردم دنبال اوزار فروشی که بتونم یک مقداری دست پلاستیکی با دو دسته چوبی پیدا بکنم که سه چرخه رو تبدیل به دو چرخه بکنم. خب دست پلاستیکی هم پیدا کردم. دوست عزیزم زحمت کشید همینجوری حساب نکرد و به عنوان هدیه به من داد. کلا از وقتی وارد استان هرمزگان شدم اصلا این تغییر محسوسی رو میشه احساس کرد، حالا از شکل و شمایل مردم، نوع لباسشون، لهجهشون، یا اینکه مثلا خیلیشون موبایلشون مثلا به لهجه عربی هستش ستینگشون، و هرچی جلوتر میری فرهنگ خلیجی و عربی رو بیشتر احساس میکنی. نهار امروز هم که دیگه یک ساندویچه توی شهر لیردف. بفرمایید نهار. کل شهر لیردف رو دو سه بار بالا پایین رفتم، فقط یک مغازه از ابزارآلات لوله داره که متاسفانه این هم بسته است و دنبال یه چیزی مثل دوتا دسته میگردم که مثل دستای چوبی، مثل دست بیل باشه که بتونم به کمک این بستهای پلاستیکی به دو طرف ببندم و چرخ رو دنبال خودم بکشم، ولی متاسفانه هرچی میگردم پیدا نمیشه. دسته چوبی خوب که پیدا نکردم، ناچار شدم یک دوتا از این دسته های جارو فعلا کار رو اندازی بگیرم تا ببینم که چی میشه. مشکل اینه که اینا با جاروش هستش، به تکی نمیدن. حالا باید هر دوتا جاروش هم بگیرم دیگه. در نهایت خروجی ما از شهر لیردف شد دوتا دسته جارو به همراه بست. حالا دارم میرم ببینم که چی کار میتونم بکنم باشه. خب در نهایت دارم سعی میکنم که به این صورت تغییرش بدم. چرخ جلو رو عوض کردم، انداختم چرخ چپ، دو چرخ عقب کامل کار میکنه و این رو به این صورت وقتی بگیریم میشه از پشت سر کشید و به نظرم مشکل حل بشه. دیگه امشب آخر شبی هستش که اینجا هستم و
به امید خدا فردا دیگه عازم میشم. دو سه روز کلا از برنامه عقب موندم، ولی سعی میکنم انشاءالله ظرف روزهای آینده جبرانش کنم. خب دوستان، امروز هم به این صورت گذشت. فقط هم چیز که خیلی داره اذیت میکنه تاولهایی هستش که به این صورت داره میبینین، روی پوستم زده شده که بیشتر به خاطر تابش شدید آفتاب هستش. زودتر سلامت میکنم که به امید خدا فردا مسیر رو ادامه بدم و امیدوارم مجبور نشم مثل امروز بعد از گذشت یک مسیر کوتاهی متوقف بشم و بتونم جلوتر برم. امید خدا شبتون بخیر.